برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. کانادا روز دوشنبه 18 اردیبهشت یک دیپلمات چینی مقیم تورنتو را در پیوند به پرونده مسلمانان اویغور اخراج کرد. یک گزارش اطلاعاتی این دیپلمات چینی را به تلاش برای هدف قرار دادن یک قانونگذار کانادایی منتقد رفتار چین با اقلیت مسلمان اویغور متهم کرد و پس از آن بود که دولت کانادا این دیپلمات را عنصر نامطلوب تشخیص داده و اخراج کرد. این نماینده چینی اصل پارلمان کانادا یکی از عوامل اصلی معرفی قانون محکومیت پکن در موضوع مسلمانان اویغور بوده است. چین هر گونه بدرفتاری با این قومیت را رد می کند، اما نهادهای حقوق بشری این کشور را به زندانی کردن 1 میلیون اویغور و تحت فشار گذاشتن بیش از 10 میلیون مسلمان در استان سینکیانگ متهم می کند. سومین دوره آموزشی قرآنی تقویت مهارت اساتید به همت مجمع علمی قرآن آستان عباسی در نجف اشرف برگزار شده است. شیخ قدام الخضری، مسئول واحد امور حوزوی قرآنی مرکز قرآن کریم نجف، در این باره گفت این دوره ها با هدف تقویت استعدادها و توانمندی های قرآنی طلاب علوم دینی و بهره‌مندی از آنان در آینده برگزار شده است تا به نقش خود در خدمت به کتاب خدا و اطاعت عمل کنند. آتش سوزی در کمپ پناهندگان روهینگیا در میانمار باعث خسارات به این اردوگاه و بی خانمان شدن بیش از 3000 نفر شد. این آتش سوزی روز گذشته 17 اردیبهشت و ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت محلی در کمپ پناهندگان کینیپین، شهر پاوکتاو، ایالت راخین شروع و منجر به تخریب 150 خانه و 35 خوابگاه و بی خانمان شدن بیش از 3000 نفر شد. ناصر عسکری فرد، مدیر کل دامپزشکی خوزستان، نسبت به خطر شیوع بیماری دامی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو و لزوم توجه به پیشگیری از ابتلا به این بیماری هشدار داد. وی در ادامه افزود با توجه به افزایش احتمال شیوع بیماری تب کریمه کنگو در فصل گرم سال همزمان با فصل فعالیت مخزن بیماری کنه ها، ضرورت دارد گروه های در معرض خطر از جمله دامداران، کارکنان کشتارگاه ها، قصابان، کشاورزان و به ویژه روستایان و عشایر که به نحوی با دام سر و کار دارند با جلوگیری از رفتارهای مخاطره‌آمیز مراقب سلامتی خود باشند.